زد فولد چه ویژگی های خاص و خفنی داره که میتونه باعث بشه بین همه گوشی های پرچمدار برید سراغ این گوشی تاشو خاص سلام به با وکس دوست داشتنی من مهدی شجری هم خوش اومدید به یه ویدیو دیگه قبل از هر چیزی همین یعنی الان ویدیو رو لایک کنید ویدیو رو لایک کنید دمتون گرمه چنل مطمئن باشید که ساب داشته باشید چون قرار ویدیوهای خفنی در برنامه های بعدی ببینید بریم سراغ ویژگی و جذابیت هایی که زد فولد 3 داره و میتونه برتری باشه به نسبت بقیه گوشی ها. اول از همه هم با بخش دوربین شروع میکنیم توی بخش دوربین زد فولد 3 روی پنل جلویش یعنی این پنل بازی که اینجا هست یه دوربین سلفی زیر نمایشگر داره برای اولین بار برند سامسونگ اومد و این رو توی یکی از گوشه خودش قرار داد و همین قضیه باعث میشه که موقعی که دارید با گوشی کار میکنید انگار که هیچ حفره ای نیست البته که تو ویدیو بررسی کاملش که اینجا گفتم کاملتر بهش پرداختم که دقیقا عمل کردش شیجوریه ولی خیلی تمرکزش رو سلفی نرفته چرا؟ چون شما میتونید با دوربین اصلی های سلفی خفن بگیرید و اینه که یکی از ویژگی های برتر گوشی های زد فولد به نسبت بقیه گوشی های پرچم داره شما وارد اپلیکیشن دوربین که بشید یه دونه گزینه اون بالا داره این رو که روش تاچ بکنید این یه دونه ویو فاندر به شما میده یعنی یه دونه نمایشگر روی نمایشگر کوچیکش بهتون میگه میده که میتونید با دوربینای اصلی سلفی ویدیو بگیرید، فیلم بگیرید، عکس بگیرید و با مثلا سنسور اولترا وایدش با سنسور تلفوتوش بتونید سلفی ثبت بکنید که ویژگی جذاب و خفنیه. اما توی همین اپلیکیشن دوربین خیلی بهینگی به نسبت نسل قبلی Z Fold ها اتفاق افتاده توی Z Fold 3. یه دونه کپچر ویو اضافه شده اون بالا که وقتی میزنیدش میاد عکسای آخری که ثبت کردید رو بهتون نشون میده اون بغل و همین قضیه باعث میشه که همون موقعی که عکسو میگیرید بتونید توی یه نمایشگر بزرگتر ببینید که اون عکس تار نیست کیفیتش خوبه یا هر چیز دیگه اگر تایید بود دیگه عکس نگیرید خیلی از ماها موقعی که میخوایم عکس بگیریم عکس رو میگیریم میریم تو گالری بازش میکنیم تست میکنیم ببینیم خوب شده یا نه اگه خوب نشد برمیگردیم دوباره عکس میگیریم این کپچر ویو اینجا یه حس باحالی رو میده که چون نمایشگر نمایشگر تاشو بزرگه این اتفاق میتونه توش بیفته که خیلی هم به نظرم جذابه اما وقتی تو اپلیکیشن دوربین وقتی گوشی باز هست ورود میکنید اتفاق دیگه ای که میفته اینه که انقدر بهینه شده به نسبت نسل های قبلی که وقتی تا کنید باز هم محیط اپلیکیشن دوربین عوض میشه یعنی این داستان تنظیماتش میاد این تیکه پایینی و ویو فایندرش اون چیزی که در دوربین داره نشون میده میاد اون بالا همین قضیه باعث میشه که به عنوان یه استند موقعی که قرار ارائه بدید کلاس آنلاینی داشته باشید یا هر چیز دیگه ای ازش بتونید استفاده بکنید و اصلا میتونید به عنوان سپایه بذارید رومیز و برید خودتون عکس بگیرید و نیازی به سپایی و مونوپاد و این چیزا هم وجود نداره همینجا میتونید تنظیمات مربوط به دوربین رو هم انجام بدید که اتفاق جذابیه حالا که گوشی تا شد بریم سراغ اصلا این استند گونه بودنش شما وقتی گوشی رو تا میکنید میتونید تو اپلیکیشن های مختلف مثل یوتیوب مثل نتفلیکس یا هر چیز دیگه ای های مختلف که برید وقتی تا شده شما حس خیلی باحالی توی اپلیکیشن های مختلف مثل یوتیوب دارید اینجا مثلا اون بالا ویدیو رو بهتون نشون میده توی ابعاد مناسب این پایین میتونید ویدیوهای دیگر رو ببینید کامنت رو باز بکنید همزمان که ویدیو دیده میشه و اینها و این تابودنه برای تایپ کردن که جلوتر بهش میرسیم خیلی میتونه کمک کننده باشه اصلا به عنوان سپایه برای دوربین و اینها یه نکته دیگه ای که توی این تاب شدن نهفته هست اینه که شما بیشتر از 90 درجه که اینو تاب کنید میتونید از نمایشگر جلوش استفاده بکنید و موقع فیلم دیدن توی این نمایشگر جلو توی این نمایشگر جلویی موقع فیلم دیدن میتونید اصلا استنتور فقط تا مثلا 45 درجه بازش بکنید و اینجا اطلاعات و داستانهایی که میخواید رو ببینید اینو اینجوری میذارید رو میز و خیلی جذاب به عنوان یه استند براتون عمل میکنه این تا شدنه میتونه همچین ویژگی هایی هم براتون داشته باشه اما بریم سراغ اپلیکیشن ها و حس و تجربه ای که اپلیکیشن ها میدن و بهبود هایی که به نسبت زد فولد دو توی زد فولد سه اتفاق افتاده یکی از جاهایی که خیلی بهبود داشته اینه که شما مثلا بخواید وارد اینستاگرام بشید اپلیکیشن اینستاگرام رو توی نسخه قبلی جوری بود که دو, دو تا طرفش یه حالت بلری از بگراند رو مینداخت و کامل نمیشد توی نمایشگر ازش استفاده کرد ولی توی این نسخه یعنی نسخه جدید شما میتونید تمام اپلیکیشن ها رو فول اسکرین ببینید و برای فعال کردنش هم کافیه وارد ستینگ بشین توی قسمت Advanced فیشر یه بخشی هست به اسم لپس وارد لپس که شدید اینجا کاستومایز اپ Aspect Ratio رو انتخاب میکنید و اینجا مثلا اپلیکیشن های مختلفی که هستن رو انتخاب میکنید و بین فول اسکرین و 4 به 3 یا اپ دیفالت همون 16 به 9 انتخابشون میکنید که چجوری بتونه نمایش بده بهتون با این تنظیمات جدیدی که توی بخش لبس هست دیگه مشکلی برای باز شدن اپلیکیشن ها نیست اصلا خود اپلیکیشن ها هایی که واسه خود سامسونگ یا اپلیکیشن که برای مثلا نتفلیکس اپلیکیشن های معروف برای این سایز اسکرین بهینه شدن و کار کردن باش راحت تره مثلا اسپاتیفای شما باز میکنین این طرف لایبرری رو بهتون نشون میده این طرف موزیکا رو بهتون نشون میده یه ستون ثابت داره مثل تبلت ها توی نسخه های زد فولد یعنی زد فولد 3 هم این اتفاق افتاده که اپلیکیشن ها اومدن محیط کاربریشون رو بهینه کردن برای این اندازه ای نمایش کرد و حس خیلی خوبی داره اصلا اپلیکیشن های خود سامسونگ هم کار کردن باش خیلی جذاب تر شده مثلا مثل فایل که میرین یه ستون ثابت اینجا داره که شما میتونید این طرف هر کدوم از بخشا که میرید محتویات این فولدر های این ستونه رو ببینید که خیلی جذابش میکنه اپلیکیشن هم مثل اینستاگرام که از همون راهی که بهتون گفتم فول اسکرین میشه استفادهشون کرد و خیلی هم جذابه اصلا شما اینستاگرام رو ببین شما فکر کن ویدیو موبو نیوز رو تو این ابعاد ببینی یعنی یکی که برای اینکه بتونی خیلی جذابتر ویدیو های 16 به اینستاگرامی رو ببینی شما روی گوشی ها چون اکثرشون عمودیه مثل مثلا این نمایشگره ویدیوهایی که تو اینستاگرام دیده میشه خب خیلی بزرگ نیست دیگه این فول اسکرین شدنه باعث میشه که قشنگ ویدیو رو قلفتی بتونی تو اینستاگرام ببینی و این حس خیلی جذابی داره اما توی بخش مولتی تاسک هم سامسونگ توی زد فولداش واقعا خفن شده زد فولد 3 موقعی که میخواین مولتی تاسک بکنید کافیه این شورتکات های این بغل رو باز بکنید و اپلیکیشنی که میخواید استفاده بکنید رو بیارید اینجوری درگندراب بکنید بندازید وسط تصویر وقتی انداختی دوباره از این شورتکات های بغل مثلا یه اپلیکیشن دیگر رو اینجوری درگ کنید بکنید بندازید خوبیش اینه که میتونید سه تا اپلیکیشن رو درگ بکنید یعنی مثلا من الان کروم رو هم میندازم اینجا شما موقعی که ترکیب سه تا اپلیکیشنتون رو انجام دادین و میکس کردین کنار هم یه سه نقطه اون بغل داره اون وسط داره روی سه نقطه بزنید میتونید جای اپلیکیشن ها رو عوض بکنید خیلی تمیز و خوشگل که جابجا جا بشه این بزرگه کدومش باشه این کوچیکه کدومش باشه و میتونید این ترکیب رو سیو بکنید مثلا شما تریدر هستید لازم دارید که یه سری سایت ها رو باز بکنید یه دونه مرورگرتون رو میذارید لازم دارید که مثلا یه صرافی رو باز بکنید و لازم دارید که یه دونه ماشین حساب رو باز بکنید به عنوان مثال این ستا رو که چیدید کنار هم دیگه روی این سه نقطه میزنید و اینو سیوش میکنید و این میره سیو میشه و میفته روی شورتکاتاتون و هر موقع که خواستید میتونید از همینجا مستقیم بزنید که این ستا اپلیکیشن با هم دیگه باز بشه هی hey, لازم نباشه موقع مولتی کردن بیاید و اینا رو کنار هم دیگه بذارید این قابلیت باحالیه که توی مولتی میشه ازش استفاده کرد اما توی نسخه های قبلی همه اپلیکیشن ها رو نمیشد توی مولتی اوورد مثل همین اینستاگرام چرا چون سایزشون مثلا 16 به 9 بود و مثلا 9 به 16 عمودی بود و نمی اومد توی این شکل ستایی اپلیکیشن ها جا بشه الان توی این این نسخه ها سامسونگ اومده تو همون ستینگ توی قسمت ادوانس فیچر همون بخش لبس یه دونه گزینه داره مولتی ویندو فور آل اپس اینو که فعال بکنید همه اپلیکیشن ها رو میتونید توی این ترکیب ستایی بگنجونید کار کردن براتون جذابتر میشه اصلا حس خیلی خفنی داره که واقعا مولتی خیلی خوبه یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که شما روی این نمایشگر کوچیک هم میتونید مولتی تاسک داشته باشید ولی با دو تا اپلیکیشن یعنی تو همه جاش میشه مولتی کرد و یه حس باحالی داره توی این صفحه نمایش بزرگ و طویل جلویی که خیلی هم نسبت تصویرش طولش زیاده میتونید مولتی تاسک بکنید دو تا اپلیکیشن رو جا بدید که کار کردن براتون جذاب هم بشه اگر که کارهای مولتی میکنید خیلی کاربردیه اما بریم سراغ ترفندهای کوچیک ترفندهای سری که توی زد فولدا و از زد فولد سه میشه پیداشون کرد و حس خیلی باحالی داره یکی از این ترفندها همین منو شورتکات این بغله یه گزینه چرخنده داره واردش که بشید میتونید تعیین بکنید که چند تا شورتکات لاین واسه اون اجبار بغل باشه که بازش بکنه یکی از اونها اسمارت سلکته اسمارت سلکت به شما امکانات باحالی میده وقتی این منو رو باز میکنید یه ذره که اسکرول بکنید اینجا یه گزینه وجود داره به اسم پین تو اسکرین یه دونه اپلیکیشن رو باز میکنیم مثلا یه اپلیکیشن اینستاگرام یا چه میدونم هر اپلیکیشنی که فکرشو میکنید یه دونه اپلیکیشن رو که باز بکنید تو این منوی بغل یه دونه پین تو اسکرین داره وقتی اینو میزنید یه دونه کادر به شما میده شما میای سلکت میکنی که چه کادری مد نظرته این کادر رو که انتخاب کردی پین تو اسکرین رو میزنی این کادر عکسش یعنی اسکرین شاتش تو اسکرینت میمونه مثلا یه جایی توی سایتی یا توی اینستاگرام یه بیوی رو دیدی یه متنی رو دیدی که نمیتونی کپی کنی اینو یه اسکرین شات ازش میگیری میای مثلا این پین میشه روی صفحه نمایشت یعنی توی هوم اسکرینت و مثلا میری توی نوت هات مینویسی توی نوت یا میری توی بروزر سرچش میکنی و وقتی بزنی روش تا گزینه میاد که میتونی ببندی میتونی مینیمایزش بکنی اینجوری میره اون گوشه تصویر یه علامت خیلی کوچیک هست که بزنی روش دوباره باز میشه و میتونی بزرگش رو ببینی میتونی هم دانلودش بکنی یعنی سیوش بکنی که داشته باشیش یعنی اسکرین ها رو میگیری یه گوشه تصویر میذاری میری واسه خودت کار میکنی این هم اینجا هست واسه اینکه یادت نره یکی از قابلیت های باحالشه یه چیز دیگه ای که توی این کویک ستینگ ها میتونم بهتون بگم اینه که همه گوشی ها رو وقتی دو بار میزنی رو صفحشون خاموش میشه و وقتی هم دو بار رو صفحشون روشن میشه شما موقعی که Z Fold داشته باشید یه تنظیم خیلی باحال داره که کافی دستتون رو بذارید رو نمایشگرش و این لاکش میکنه موقعی که گوشی داره زنگ میخوره دستتون رو نگه میدارید روش و سایلنت میشه یا ببین چه باله مثلا این اینجوری الان بازه من یه دونه اینجوری میکنم لاک میشه یعنی یه دونه اینجوری میزنی خیلی بچه حرف گوش کنی اینجوری میتونی لاکش بکنی یا میتونی جسچرهای مختلف برای بخش مختلفش تعیین بکنی که توی ستینگ که وارد بشی اینجا دوباره ادوانس فیچر رو انتخاب میکنی یه ذره میای پایین موشن اند رو میزنی اینجا میتونی برای دکمه پاورت جسچر بذاری و وقتی فعالش بکنی اینو فینگر سنسور پنل اینو من فعالش بکنم وقتی اینجوری بکشیش پایین دک... رو دکمه پاور این منو نوتیفیکیشن بار برات میاد پایین که همچین تنظیمات ریزی هم میتونی انجام بدی که واقعا حس بحالی داره کار کردن باهاش اما بریم سراغ کیبورد کیبورد من نمیدونم کیبورد کیبورد زد فولد واقعا خوبه چرا چون یه کیبورد با پنج تا حالت مختلف دستتون رو باز میذاره که قشنگ بتونید کارهای مختلف باش بکنید توی کیبورد که وارد بشید مثلا یه متنی رو بخواید تایپ بکنید این کیبوردش اول دوتا تا بخش داره یعنی میتونید جدا از همشون بکنید اون بالا رو یه دونه دکمه که بزنید این کیبورده میچسبه به هم دیگر. دوباره بزنید جدا از هم میشه یه دونه گزینه بغلش هست به شما این امکان رو میده که کل فر... کیبوردو... کل کیبوردو رو بیاری یه تیکه کوچیکش بکنی یعنی شما کیبورد میتونی جدا بکنی از کل اون پایین و اینجا میای تایپش میکنی دوباره همینجوری بگیری بکشی بیاریش پایین میاد سر جای قبلیش و دوباره برمیگرده به همون حالت یه دونه گزینه دیگه هم داره که شما میتونی با پشتیبانی از قلمی که داره ازش استفاده بکنی و بنویسی و برات تایپ بکنه که اینم جزو گزینه هاش هستش که خیلی جذاب میتونی ازش استفاده بکنی نکته جذابش اینه که وقتی گوشی رو روتیت میکنی خمش میکنی کیبورده دیگه میشه کیبورد یعنی قشنگ میتونی به عنوان یه لپتاپ بذاری و این پایین تایپ بکنی سرعت تایپ بهتر میشه تنظیمات مختلفی هم که داره جذابتر میشه که اصلا یکی از چیزای دیگه ای که ویژگی های دیگه ای که روی این گوشی هست و روی هیچ گوشی دیگه ای نیست اینه که میتونی به عنوان یه لپتاپ بذاری جلو تو تایپ بکنی و متنی که اون بالا نوشتی و ببینی و کار کردن با کیبوردش هم جذابتر و راحتتره اما همه اینا تقریبا بخشای نرم افزاریش بود که دست آدم رو خیلی باز میذاره یه چیز دیگه هم هستش توی این تنظیمات که لازم میدونم بگم اونم اینه که شما میتونید این اسکرین رو مستقل از این اسکرین ادیتش بکنید یا میتونید همزمان با هم ادیتش بکنید یعنی هر اتفاقی که توی این اسکرینتون یعنی اسکرین کوچیکش میبینید با اینی که این تو هست میتونه یکی باشه فقط کافیه دستتون رو نگه دارید روی صفحه این پایین ستینگ رو بزنید اون بالا کابر اسکرین میرورینگ رو آن بکنید تمام اتفاقاتی که روی صفحه نمایش کوچیکتون میفته روی صفحه نمایش بزرگتون هم میفته و اینجوری شما میتونید هوشمندش بکنید که توی صفحه نمایش کوچیکتون یه چیزی ببینید وقتی بازش میکنید به صورت کاملتر یه چیز دیگه ببینید که کار کردن هم جذاب تر میشه اینم از این تقریبا در مورد همه بخش های جذاب این گوشی صحبت کردم دو تا ویژگی جذاب دیگه داره که لازم میدونم بگم یک پشتیبانی از قلم اسپن که فوقلاده خفنش میکنه این گوشی و یعنی شما اگر مثلا کار بخواید بکنید درس بخواید بخونید یه قلم داشته باشید یا گرافیست و طراح باشید دو تا صفحه نمایش دارید صفحه نمایش بزرگ قشنگ مولتی تسکینگ و قلمه میتونه یه مکمل خیلی خفن باشه که قلمی هم که پشتیبانی میکنه رو باید جدا بخرید اگر توش باشه یعنی توش می بود خیلی بهتر می بود یکی دیگه از ویژگی های جذابش ضد آب و گرد و غبار بودنه که چی که تو گوشی تاشو داری و ضد آبه این هم دو تا از ویژگی های خاص سخت افزاری طورش که لازم میدونستم توی این ویدیو بهتون بگم چرا یهو برگشتم بخواستم ببینم چیزی یادم نره اینم از این تقریبا در مورد همه چیزش صحبت کردم برسیم به جنبندی که آقا زد فولد شاید چند تا ایراد داشته باشه که تو ویدیو بررسی کاملش گفتم ولی یه سری کارا میشه با این گوشی کرد که واقعا حس خفنی داره و با هیچ گوشی دیگه ای قابل مقایسه نیست سعی کردم تو این ویدیو ویژگی های با رو بهتون بگم که شاید قلقلکتون بیاد اما خب حزینش هم بذاره. یعنی قیمتش بالا سیه گوشی خیلی باحالیه واقعا گوشی باحالیه من خودم وسوسه شدم که نسخه 4 رو بگیرم فقط امیدوارم نسخه 4 قلم تو خودش داشته باشه و یه فکری هم واسه این برآمدگی رو صفحه نمایشش بکنه اما واقعا ویژگی های خفنی که داره آدم رو به وجد میاره و شما میتونید کارهای جذاب و باحالی باش بکنید که این گوشی رو خاص از همه گوشی ها میکنه با توجه به اینکه سری نوت سامسونگ هم دیگه احتمالا باش خدافزی میشه سامسونگ تمرکز بیشتری هم روی زد زد فولدا میکنه و احتمالا دنیای بعدی گوشی ها میره سمت این گوشی های تاشو گوشی های لولشو اینها که سعی کردم تو این ویدیو یه ذره با این جذابیت ها آشناتون بکنم امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید تو کامنت ها بهم بگید که اگه شما باشید گوشی تاشو میخرید یا نه زد فولد سه انتخابتون هست یا نیست دم همتون گرم که تا این آخر با من اومدین لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب به کانال یوتیوب هم فراموش نشه که واسه دلگرمی من هرچی دارم از حمایت تک, تک شماست مرسی از همراهیتون